بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به محضر سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت عصمت و طهارت ایشان، خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی سلام عرض میکنم و احترام تقدیم میکنم. بسیار خرسند هستیم که بار دیگر با برنامه به وقت بیداری همراه و همصحبت شما بزرگواران هستیم. در خدمت مهمان گرامی کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم. سلام علیکم جناب دکتر توکلی، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان. جناب استاد حیدری عزیز، خدمت شما و بینندگان گرامی و همه وطندارای عزیز در اقصا نقاط عالم سلام و تحیات و درود خالصانه دارم و بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم و از خداوند میخواهیم که به ما توفیق بده تا برنامه خوب و مفیدی در خدمت شما و بینندگان گرامی داشته باشیم. سلامت باشید. فردا سه شنبه 30 جوزا 20 جون روز جهانی پناهنده است. کلمه پناهنده و پدیده مهاجرت و پناهندگی برای ما و شما، یعنی ما افغانستانی ها، بسیار بسیار آشنا است. ما این پدیده و این واقعیت با تمام وجود لمس کردیم و کشور ما و شما از او کشورهایی است که بخش بزرگی از مردمش با این واقعیت مواجه شده، تا جایی که از هر 4 افغانستانی 3 نفر در طول زندگی خود یا در داخل افغانستان جا به جا شده به خاطر ناامنی ها و جنگ ها و مشکلات دیگه، ترک وطن و محل زندگی کرده و در گوشه دیگه از افغانستان رفته، یا مجبور شده که ترک وطن کنه و پا به فرار از افغانستان بگذاره و در یکی از کشورها و منطقه های دیگه سر به پناهندگی و مهاجرت بکشه، سر از مهاجرت و پناهندگی در بیاره. به هر صورت مهاجرت و پناهندگی و جدایی از وطن مشکلات و دشواری هایی داره که به مناسبت روز پناهنده معمولا در بارش بحث میشه، با هدف کاستن از مشکلات پناهندگی و فراهم کردن زمینه زندگی برای کسایی که بیجا شده اند در مکان و مقصد، در مکانی که اونجا پناهنده شده و در کشور مقصدشون. ما هم بسیار خرسند هستیم که امشب در برنامه به وقت بیداری به مناسبت روز جهانی پناهنده که فردا باشه درباره مشکلات و دشواره های پناهندگی با شما گپ بزنیم. به همین خاطر در خدمت کارشناس محترم هستیم جناب آقای دکتر توکلی و شما را دعوت میکنم به ادامه گفتگو. بله جناب دکتر توکلی، اما قسمی که من خدمت بینندگان عزیز عرض کردم که به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهنده موضوع گفتگوی امشب دشواری ها و مشکلات پناهندگی قرار دادیم که بیشتر مردم ما و شما بایش سر دوچار هستند. خب پناهندگی و مهاجرت دشواری ها و مشکلات زیادی داره، ما به همهش که نمیرسیم. میخواییم امشب ببینیم مهمترین و جدیترین مشکلات و دشواری هایی که این واقعیت، یعنی پناهندگی، متوجه پناهنده ها و مهاجرین میکنه چی چیزهایی است. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بدون مقدمه وارد اصل بحث میشیم، چون به حمدالله همه وطندارای عزیز با این پدیده آشنا هستند. بله. یا خودشون مهاجرت کردن در طول عمرشون یا اعضای اصلی و مستقیم خانوادهشون در قسمتی از دوران زندگی خود پدیده مهاجرت تجربه کردن. من میخوام عرض کنم که مهاجرت و حرکت از یک اقلیم به اقلیم دیگه در واقع با آغاز پیدایش بشر بر روی زمین شروع شد. بله. سابقه مهاجرت همزمان است با سابقه ظهور و
و پیدایش انسان بر روی زمین اصلا تمدن‌ها و تاریخ بر اساس مهاجرت‌ها ساخته شده. اگر مهاجرت انسان‌ها نبود جهان کنونی شکل و شمایل فعلی نداشت. بله. معماری، ادبیات، شعر، هنر، موسیقی و علم پیشرفت نمی‌کرد، فرهنگ‌ها، تبادل فرهنگ اتفاق نمی‌افتاد، بله. اخلاقیات رشد نمی‌کرد و اصلاً انسان همزاد با مهاجرت و سیر و حرکت و تکاپو آفریده شده. درست. این یک بعد قضیه و یک قسمت قضیه که البته از این منظر مورد بحث ما نیست. میشه گفت که این مهاجرت و جابجایی همش دشواری و مشکل نیست، بلکه بله. برکات و بله برکات زیادی هم داره که البته خب اون مسلم بله. هست. این تا موضوع بحث ما بله. این پناهندگی و جابجایی هست بله. که بیشتر به اجبار و ناخواسته هست. این رو میخواییم امشب انشاءالله بله. که صحبت کنیم چه مشکلات هست. بله. دقیقا درست فرمودید. ببینید مهاجرت یک سکه دورویه هست. یک طرف مهاجرت پیشرفت هست، یک طرف مهاجرت در واقع مشکلات و دشواری ها و سختی ها هست. ما چون او قسمت دوم سکر باش بیشتر مواجه بودیم بله. و با ذهنیت و خاطره فرهنگی ما آشنا و عجین هست، با این مسئله میخواییم در واقع این چالش بررسی بکنیم و ببینیم که مهاجرت چه مشکلاتی داره. در یک دسته بندی کلی مشکلات را تقسیم کردم به مشکلات امنیتی، مشکلات حقوقی و قانونی و بله. مشکلات فرهنگی که باز در هر بخش ما به زیر مجموعه ها و قسمت های او میرسیم. بله. اگر که اجازه باشه من از بخش امنیتی شروع میکنم. بله بفرمایید. ببینید اصلا مهاجرت کی اتفاق میفته؟ وقتی که یک تغییر سهمگینی در زندگی روزمره و عادی مردم در یک کشور اتفاق بیفته که زندگی عادی و معمولی اونها رو به مخاطره جدی بندازه، در این صورت هست که انسانها و حتی حیوانات، ما این قضیه رو در مورد حیوانات هم میبینیم، تصمیم به مهاجرت میگیرن و لذا معقول هم همینه. در شرایط عادی هیچ کس حاضر به مهاجرت نیست. هر کسی وطن خود دوست داره، با او آب و خاک و در و دیوار انس گرفته بله. و به هیچ عنوان دوست نداره که از دل بکنه. بله دل بکنه. گفت که گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. پیغمبر فرمود حب الوطن من الایمان. همه موجودات وطن خود دوست دارن، چون اصلا وطن از توتن گرفته شده. توتن یعنی عادت پیدا کردن با یک آشیانه. اما انسان ها مجبورن به دلیل شرایط مختلف، از جمله شرایط جنگی و آمدن قحطی ها و گرسنگی ها، ناامنی ها، تبعیض ها، فشارهای اجتماعی، سیاسی و بله. اقتصادی، خانه و کاشانه خود رها بکنن و بار سفر ببندن و برن به یک دیار دیگری و کلی مخاطرات تحمل بکنن. از جمله مخاطرات امنیتی است. اولین مشکلی که برای یک مهاجر اتفاق میفته اینه که میخواد از وضعیت موجود دل بکنه و بره به سمت وضعیت موعود مبهم و این یک مخاطره روانی ایجاد میکنه. همه ما طبق او عادتی که داریم دوست داریم به اون چی که به دست آوردیم و برای او زحمت کشیدیم و دل بستیم با همو در واقع ادامه بدیم. یعنی دل کندن از داشته بله، دل کندن از داشته ها بسیار کار سختی است بله. و رسیدن به یک شرایط جدید قطعا مخاطره آمیزه. اولین جسارت میخواد بله، بحران روحی روانی ایجاد میشه. شما از لحظه‌ای که تصمیم میگیرید که از این شهر، از این خانه برید به یک جای دیگه، مخاطرات و مشکلات روحی روانی، بیخوابی ها، استرس ها، اضطراب ها، اینا کاملا طبیعی است بله. و برای همه افراد خانواده به نسبت مسئولیتشون وجود داره. این یک قسمت قضیه. درست. مشکل امنیتی دوم مشکلات اقتصادی است. بالاخره افراد 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال در یک شهر زندگی کردن، با خون دل سرمایه به دست آوردن، خانه و کاشانه و مغازه و دکان و زمین کشاورزی بله. اینا رو باید به تعبیر قرآن به ثمن بخس بفروشن، رها بکنن و بزنن دل به دریا، بزنن دل به صحرا، بزنن و برن. خب ثمره یک عمر زحمت خورد باید رها بکنن. این خودش در واقع استرس اقتصادی ایجاد میکنه بله. این که در مسیر راه از نظر اقتصادی دچار مخاطره میشن، پول اونها خورده میشه توسط قاچاقبرهای انسان،
خطرات جانی، امنیت جانی ندارند. خیلی از جاها به شدت مشکل امنیت جانی بر اونها ایجاد میشه. من یک نمونه رو عرض کنم. در سال 2015 که حدود 1,000,000 نفر مهاجر از سمت خاورمیانه رفتن به سمت اروپا، آمار دقیق سازمان ملل میگه که حدود 8,000 بچه در دریا غرق شدن. بله متاسف. 7,000-8,000 بچه در این مسیر در دریا و بیابان تلف شدن. شما ببینید تلف شدن یک بچه در مقابل چشم پدر و مادر چقدر سخته. یاد شعر حافظ میفتیم که وقتی پسر جوانش فوت کرده بود گفت که بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد حسرت به 200 خار پریشان دل کرد. حتی بزرگان نسبت به این قضیه خود دچار مشکل و ناراحتی میشن. پیغمبر صلوات الله علیه وقتی که پسرش حضرت ابراهیم فوت کرد ناراحت بود. اصحاب گفتن یا رسول الله شما چرا ناراحتید؟ فرمود اولادونا اکبادونا، بچه های ما پاره تن ما هستن. مشکل بسیار طبیعی هست. بله. ببخشید من گپ شما رو قطع کردم، یک وقفه میگیریم، باز برمیگردیم ادامه گفتگو. دعوت میکنم شما بینندگان عزیز و گرامی را به تماشای یک میان برنامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثبت 964 720 255 40 13 پل ارتباطی ما با شما خوبان هست. شما موضوع برنامه را همون قسمی که اطلاع دارید، چه بسا که خودتون الان در حال پناهندگی باشین، در خارج از افغانستان مهاجر باشین و تجربه های شنیدنی حالا تلخ یا شیرین از این واقعیت داشته باشید. بسیار بسیار خرسند میشیم که با شبکه تماس بگیرید و از این تجربه های خودتان و داشته های خودتان ما را آگاه کنید و با ما در میان بگذارید. اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو. بله، درباره بله مشکلات امنیتی صحبت میکردیم. مهاجرت ممکنه دامنگیر بله. مردم بکنه صحبت میفرمودید. دو تا سه تا مورد عرض کردیم. یکی مشکل امنیت روانی پناهنده ها دچار مخاطره میشه. بله. دوم مشکلات امنیت اقتصادی دارن و سوم مشکل ناامنی جانی، یعنی به لحاظ امنیت جانی دچار مخاطره میشن. نکته بعدی در بحث امنیت در واقع نداشتن ضمانت برای رسیدن امن به یک مقصد بله یک مقصد امن مورد نظر مقصد امن هست. این هم خیلی واقعا برشون استرس‌زا هست. درست. من فکر میکنم راه حل قضیه اگر بخوایم اجمالا یک راه حل ارائه بدیم برای بینندگان عزیز این باشه که پناهنده یا کسی که قصد پناهندگی داره، قصد مهاجرت داره، اولین کاری که میکنه اینه که باید اطلاعات خود نسبت به ابعاد مختلف مهاجرت زیاد بکنه. درست. یعنی یکی از
در واقع آسیب شناسی هایی که شده توی زمینه و به این نتیجه رسیدن در واقع متخصصین فن، یکی از دلایلی که این مشکلات ایجاد میشه اینه که افراد آگاهی کافی در زمینه های مختلف ندارن و دچار مشکل در واقع ابهام در مسیر، ابهام در مقصد و در انتخاب وسایل و ابزار میشن. هرچه آگاهی افراد بیشتر باشه، مخاطرات اونها در واقع استرس ها و اضطراب ها کم میشه، احساس ناامنی کمتر میشه و ریسک این سفر و ریسک مهاجرت در واقع پایین تر میاد. گرچه خود مهاجرت یک پدیده است که سراسر ریسک و مخاطره هست، ولی عرض کردم به میزانی که اطلاعات بیشتر باشه استرس کمتر میشه. یک وقت هست که البته ببخشید من توضیح عرض کنم، ممکنه که بیننده هم براشون سوال ایجاد شوه، که یک وقت هست که وضعیت به گونه ایست که دیگه اصلا باید آدم جان نجات بده. اینجا دیگه این چنین فرصت هایی نیست، وضعیت های بسیار دشوار و خطرناکی که متاسفانه مردم ما بارها و بارها تجربه کردن. حداقل در امواج مهاجرت چند تا موج بزرگی که در کشور ما در همین نیم قرن اخیر پیش آمد، ولی اون چیزی که شما فرمودید که بیشتر وقتها هم بسیار بسیار صدق میکنه و با درد میخوره، وقتهایی هست که ما دیگه در اون وضعیت بسیار خطرناک نیستیم، بلکه میخواییم در یک وضعیت نسبتا مطلوبی برسیم. اینجا هست که فرمایش شما باید قبلش بسنجیم. در هر صورت جناب استاد حیدری، میشه با مشورت گرفتن، حتی در شرایط بسیار خطرناک هم میشه با مشورت گرفتن، با کار جمعی کردن، به تنهایی دل به خطر نزدن و با آگاهی نسبی که در شرایط خاص به دست میاریم در واقع ریسک این سفر کمتر بکنیم. مشکل بعدی که وجود داره برای یک پناهنده و مهاجر، مشکل عدم آگاهی با مسائل حقوقی و قانونی هست. در قبل از اینکه وارد همه بحث مشکلات حقوقی و قانونی شوین، ببخشید دولت ها در این قسمت وظیفه ای ندارن؟ دولت ما دولت خاص مد نظر ما نیست، دولت ها یعنی همه دولت ها، سازمان ملل، نهادهای جهانی، اینها بخواید این وضعیت را یک مقدار بهتر کنه میتونه کار کنن یا دستشون بسته؟ قطعاً. ببینید، یکی از رسالت های رسانه ها آگاهی بخشی برای زندگی بهتر به بشریت هست. رسانه ها متاسفانه در جهان از اون مسیر اصلی و اون رسالت انسانی خود گاهی اوقات خارج میشن. رسانه اصلا برای تشکیل شده که به انسانها راه بهزیستن، راه در واقع به کمال رسیدن، به آرامش رسیدن و در واقع تفسیر رنج بشری کردن، معنا دادن به زندگی یاد بدن. گاهی خود وارد در واقع حاشیه میشن و از این رسالت خود غفلت میکنن. یکی از کارهایی که باید نظامهای آموزش و پرورش به معنی عام قضیه، یعنی قبل از دانشگاه و بعد از دانشگاه، مطبوعات و رسانه ها، اصحاب فرهنگ، دولت ها انجام بدن، اینه که آگاهی بدن به شهروندان خودشون که در شرایط خاص مثل آمدن زلزله، چطور تلویزیون ها در شرایطی که قرار هست زلزله بیاد آگاهی میدن، در شرایط آتش سوزی با آرامش میکنن. اینم یک پدیده طبیعی است برای بشر. شما اگر بررسی بکنین، شاید یک سوم، یک چهارم بشر امروز قطعا در طول دوران زندگی خودشون مهاجرت کردن. یعنی ما اگر جغرافی با انگیزه های مختلف اگر ما جمعیت 8 میلیاردی امروز بشر بخوایم در واقع یک مقایسه داشته باشیم، حداقل 3 میلیارد از اینها مهاجرت داشتن، یا خودشون یا پدران و اجدادشون. لذا یک چیز طبیعی است در زندگی انسان‌ها. عرض کردم وظیفه اصحاب فرهنگ این است که همون کاری که شما میکنید تو این رسانه، آگاهی بخشی به مردم، چون زندگی قرار نیست همیشه ای در بر یک پاشنه بچرخه، قرار نیست که همیشه شرایط عادی باشه. برای اینکه وقتم نگذره، مشکلات حقوقی و قانونی را اگر اجازه باشه من میخوام وارد بحث مشکلات قانونی و حقوقی باشم. یکی از در واقع استرس ها و مشکلات و دشواری هایی که یک پناهنده داره در کشور مقصد، نداشتن آگاهی کافی نسبت به مسائل حقوقی و قانونی است. ببینید، یک سری از قوانین در کل جهان مشترک، اینا قوانین بسیار اندک و محدودی است. بسیاری از قوانین هست که از یک جغرافیا به جغرافیای دیگه متفاوت میشه.
بله، بسیاری از حقوق افراد قانونا ازش برخوردارن، ولی چون اطلاع ندارن محروم میشن از این، در واقع حقوق خود محروم، حقوقی میشن. که برای اینا تعریف شده محروم میشن. علتش هم یه علت اساسی عدم آگاهی با زبان هست. ببینید بحث زبان خیلی بحث مهمی است. یعنی اگر ما بخوایم فرهنگ رو تعریف بکنیم، 80% عناصر فرهنگی مربوط به زبان هست. چون زبان بلد نیستن، با قوانین او کشور آشنا نیستن، دچار مشکلات فراوان میشن. مثلا ببینید در بحث مشکل زبانی، پیدا کردن کار مناسب دقیقا ارتباط مستقیم داره با ندانستن زبان. مشکل مسکن خیلی وقتها هست که چون زبان بلد نیستن، با مشکلات عدیدهی در باب پیدا کردن مسکن مناسب مواجه میشن که نمیتونن یک مسکن خوبی برای خودشون تهیه بکنن. گاهی اوقات صاحب خانه ها از این نداشتن آگاهی حقوقی پناهنده ها سوء استفاده میکنن و مبالغ کلانی از اونها میگیرن و دست این آدم چون با زبان، با فرهنگ، با حقوق و با قوانین آشنا نیست، از همه چیز کوتاه میشه. در واقع از جهالت اینها سوء استفاده میشه. در صورت در هر جامعه خوب و خراب هست. بله. در یک هر جامعه و در هر کشور یک کسایی هست که کسانی هستن که سوء استفاده میکنن و از آب گلالود ماهی خودشون میگیرن. بله بله، نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید اکثر مردم خوبن، بنابر این است که انسان‌ها همه اخلاقی هن، خوبن، بله، راستگو هستن، قانون قابل مدار اعتماد هستن. به قانون مدار. اما در هر جامعه یک اقلیتی هستن که دنبال سوء استفادهن و ما درباره او اقلیت صحبت میکنیم. به الا اکثریت، بله، انسان‌ها بنابر اینه که خوب باشن و هستن. اگر اکثر مردم جهان خوب نبودن، نظام جهان از هم میپاشید. پس معلومه که اکثر مردم خوبن. اما باید برای روز مبادا یک مهاجر، یک پناهنده به فکر بکنه و راهش هم اینه که آگاهی های حقوقی و قانونی پیدا بکنه از طریق یادگیری زبان. پس در قدم اول اگر یک پناهنده به کشوری رفت که زبانی او براش بیگانه هست، بله، قدم اولیه که زبانش یاد زبان بگیره. یاد بگیره، بله، تا بتانه از تفاوت‌های فرهنگی، از حقوق خود، از قوانین او کشور، بله، آگاهی پیدا کنه و بتانه اونجا زندگیش، بله، پیش ببره. اگر بگیم که 70% مشکلات مهاجرین و پناهنده ها مربوط به یاد نداشتن زبان و نداشتن سواد کافی، درست، در مسائل حقوقی و قانونی هست، مبالغه نکردیم. بله. این قطعا این مسئله مهمی است. مشکل بعدی که به وجود میاد، مشکل در واقع بهره‌مند نشدن و محروم شدن از امکانات درمانی هست. چون زبان بلد نیستن، چون با قوانین آشنا نیستن، چون با او فرهنگ آشنا نیستن، از در واقع امکانات درمانی که هم در مسیر راه وجود داره و هم در کشور مقصد وجود داره، تا مدت‌های مدید می‌بینیم که یک مهاجر و پناهنده محروم هست. لذا یاد گرفتن زبان و یاد گرفتن فرهنگ اون کشور و قوانین حاکم بر اون کشور بسیار بسیار لازمه، مخصوصا با شرایطی که الان در دنیا امروز هست. خب رسانه هست و ارتباطات خیلی نزدیک دوست شده و دسترسی به اطلاعات بسیار آسان شده. بعضی از کشورها قانونمند هست، اصلا شرط قبولی و پذیرش یک مهاجر و پناهنده را همین، بله، یاد گرفتن زبان میدانه و برایش امکانات هم میده. یعنی برای از اون کورس های آموزش زبان میگذاره، بله، دوره های میگذاره و حتی برای بعضی مربی های خاص میذاره تا امی زبان را یاد بگیره تا در روند جامعه پذیریشون، جامعه پذیری او پیشرفت حاصل شه، بله، و کارش کار سریعتر پیش بره. بله بله, بله. خیلی نکته خوبی فرمودید. ببینید، بله، ما باید نسل جدیدمون رو، یعنی جوانان عزیز رو تشویق بکنیم به اینکه علاوه بر زبان مادری حداقل یکی دو تا زبان بین المللی یاد بگیرن. چون یکی از در واقع ابزارها و عناصر سواد در دنیای امروز یاد داشتن یک زبان بین المللی است. کسی که زبان بین المللی بلد نیست، با سواد نیست، بی سواد هست. درست. لذا این خیلی نکته مهمی است. در بحث مسائل حقوقی نوعی نکته هم لازم هست. ببینید اگر کوتاه بفرمایید که فرصت در این بخش تمام هست. احتمال وقوع جرم در طول مسافرت و حتی در سالهای اولیه اسکان در کشور مقصد وجود داره، به خاطر عدم آگاهی از قوانین اونجا. بله، افرادی امکان داره که از جهل اینها سوء استفاده کنند. لذا آگاهی به مسائل حقوقی و قانونی باعث میشه که این فرد
در واقع خودخور بیمه کنه نسبت به وقوع جرم. یعنی هر چی که آگاهی بیشتر بشه بله. یک رابطه متقابل وجود داره، احتمال اینکه در مورد او جرمی واقع بشه کمتره. بسیار سپاسگزار هستم. معمولا عذر میخوام این جمله بله. آخر، معمولا شیادها از عدم آگاهی افراد در زمینه سوء استفاده میکنه. ممنونم از شما و باز هم دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی: شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10 و نیم، کیمیا صنف 8 10 و نیم تا 11، دری صنف 9 11 تا 11 و نیم. یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و نیم، فیزیک صنف 8 10 و نیم تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم. دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم. سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 10 و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم. چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 10 و نیم تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. بله، مکتب هادی فروغ دانایی، مکتب هادی دریچه دانایی است و امیدواریم که شما از این فرصت و از این دریچه بهترین استفاده را بکنید، مخصوصا شما محصل های عزیز و گرامی صنف های 7 تا 9 که در یکی دو سال اخیر از تحصیل باز مانده اید، موانع برای حضور شما در مکاتب و لیسه ها به وجود آمده و نتانستید که درس های خودتان ادامه بدین، از این طریق بتانید حداقل قدم کوچکی شما جبران کنید و از نظر سواد خودتان بروز نگه دارید. ما بسیار بسیار امیدوار هستیم که این مشکلات هرچه زودتر برطرف شود و همه محصلای عزیز ما بتانند پا به مکتب بگذاره و اون شور و شعف تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش باز هم در سرتاسر افغانستان عزیز بلند شود. خیلی خوب، ادامه برنامه به وقت بیداری با موضوع مهمترین دشواری ها و مشکلات پناهندگی و مهاجرت گفتگو میکنیم با کارشناس محترم جناب توکلی. بله، شما درباره مشکلات امنیتی و مشکلات حقوقی و قانونی که سر راه مهاجرت و پناهنده هست صحبت کردید، البته بیشتر متمرکز بر کشور خود ما هست. جناب دکتر توکلی، یکی از مشکلاتی که بسیار دامنگیر هست مشکلات فرهنگی هست که مهاجرین ما، مردم ما در کشور مقصد، در او جایی که پناهنده میشه باش سر دوچار هست. در این قسمت چی مشکلات مهمی وجود داره و راه حل اونا چیست؟ بله، من فکر میکنم مهمترین مشکل یک مهاجر و پناهنده همین مشکل فرهنگی هست که مشکلات فرهنگی تقسیم میکنیم به بحث بحران هویت، مشکلات تربیتی مخصوصا تربیت نسل آینده و مشکلات معنوی و اخلاقی و احیانا دینی. نکته ای که اینجا حائز اهمیت هست و باید گفته بشه این هست که انسان امروز عموما و مهاجرین خصوصا با بحران هویت مواجهن. بحران هویت یعنی چی؟ یعنی که یک انسان در واقع وقتی از یک جغرافیا، از یک فرهنگ به جغرافیا و فرهنگ دیگه میره، بله، او هویت اصلی او در واقع دچار تضاد و تناقض میشه، مشکلات فراوان هویتی برای او ایجاد میشه. هویت صرفا نداشتن اسناد هویتی نیست. مهاجرین عزیز ما فکر میکنن همین که اسناد هویتی اونا درست شد دیگه هیچ مشکلی ندارن، در حالی که ببینید این فرهنگ مثل این هوا، مثل اتمسفر ما احاطه کرده، ما بخوایم یا نخوایم تحت این هوا قرار داریم. اگر بله، اینجا اکسیژن باشه اکسیژن تنفس میکنیم، اگر خدای نکرده ویروس باشه ویروس. فرهنگ هم اینطور هست. ما وقتی وارد یک جغرافیای جدید میشیم
در و دیوار او کشور، تاریخ او کشور و تمام آثار و نشانه ها و علامت های سبک زندگی او مردم فریاد میزنه از یک فرهنگ جدید، از یک تاریخ جدید، از یک ادبیات جدید، از یک تمدن جدید. خب کارشناس‌های بحث مهاجرت میگن بهترین چیز اینه که انسان به کشوری مهاجرت بکنه که از نظر فرهنگی هر چه نزدیکتر باشه به فرهنگ خوده او. اگر یک چنین مسئله اتفاق بیفته، این بحث بحران هویت خیلی خیلی، یعنی تا حدود 80-90% قابل حله. البته تجربه نشون داده، یعنی مهاجرینی که به کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران، ترکیه مهاجرت کردن، اینها از این نظر مشکلات ممکنه مشکلات در بخش دیگه مشکلاتی داشته باشن، ولی در بخش فرهنگ مشکلاتشون کمتر بوده تا اونایی که به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای دوردست‌تر مهاجرت کردن. درسته. بنابراین آشنایی اجمالی با فرهنگ او کشور، مثلا ببینین دین متفاوت میشه. ما مسلمان هستیم، دوستان عزیز ما، وطندارای ما که رفتن در اروپا، خب اونجا اکثرا مسیحیان. بله. کاملا مسئله متفاوت میشه، غذاهای اونا متفاوت میشه. شما ببینین پیدا کردن یک غذای حلال برای یک مسلمان ملتزم بسیار کار سختی است. فامیلا و وطندارای ما که در اروپا و آمریکا، استرالیا، کانادا، جای مختلف هستن، همه بینندگان در جریان هستن که یکی از مشکلات اونها همین هست که دسترسی به غذای حلال. بله، دسترسی به غذای حلال، رعایت پاکی و نجیسی. مثلا همین چند وقت پیش یک نفری به من زنگ زد، گفت که من سر صبح آماده رفتن به سر کار خوب بودم، میرفتم این همسایه ما که مسیحی هست، روز بارانی سگی و در زیر باران خیس شده بود، تا مردید آمد از روی لباسهای من رفت بالا و تمام لباسهام رو نجس کرد. خب من مسلمانم، مؤمنم، اهل نمازم، سگم که نجس هست، بله، مشکل نمازم چی میشه؟ ببینید یک نمونه، یا پیدا کردن گوشت حلال و موارد دیگر. این بله، این خودش یک قضیه است. بحث مباحث تربیتی و آموزشی، این که بچه رو ما میفرستیم به یک مکتب یا مدرسه که قوانین اونجا با قوانین ما و کشور ما احیانا با دین و مذهب ما، با دین و مذهب ما است. بله، اونا یک چیزای حرام میخورن که ما خب قبول نداریم و در شریعت ما حرام، برای اونا حرام نیست، از نظر ما حرام است، برای ما مشکل است. بله، برای ما مشکل ساز هست. و بحث مهمترین نکته دیگه اینه که ببینید ما به لحاظ جامعه شناسی آدمایی هستیم که جمعگرا هستیم، در خانواده های گسترده زندگی میکنیم و اونا جامعه فردگرا هستن، یعنی در اونجا فردگرایی قوقا میکنه واقعا. بله. هر کسی، بچه وقتی 18 ساله میشه، یکی از عناصر اصلی فرهنگ غرب شده. بله، همین متاسفانه. ولی ما دوست داریم که در جمع خانواده باشیم، آدمای خونگرمیم. این خودش بسیار مشکل سازه و بحران در واقع روحی روانی ایجاد میکنه برای مهاجرین عزیز، که خب به حمدالله در سالهای اخیر مساجد و حسینی ها زیاد شده. مسئله بعدی مشکلات اخلاقی است که احیانا دامنگیر جوانان میشه. اینا از یک سن خاصی به بعد از نظر قانون او کشور خب آزاد هستن که هر کاری بکنن، سن قانونی که میرسن. بله، در حالی که طبق فرهنگ و تربیت ما و دیانت ما این خیلی مورد قبول نیست و باید التزام به سخن پدر و مادر داشته باشن. این خودش خیلی بحث مهمی است. خود همه قضیه می طلبه که چندین قسمت برنامه درست شود که مثلا پدر و مادرها داره قسمت چه کار کنه. بله. چی نوع تعاملی با بچهای خود داشته باشه اونجا که در اون جامعه ها که نمیشه با اون روش های سنتی که ما بایش عادت کردیم بچه ها را تربیت کرد و مدیریت کرد. بله. از نظر اسلام هم ممکنه درست نباشه این اون روش های ما، در اونجا باز مشکل حادتر میشه. بله، دقیقاً. بله، انشاءالله که حالا خداوند به ما توفیق بده که بتونیم در این قسمت ها بیشتر برنامه بسازیم. بحث پناهندگی و مهاجرت یکی از موضوعاتی است که شبکه تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی داری بیشتر در این قسمت تمرکز خواهد کرد، چون یکی از معضلات و مشکلات دامنگیر مردم ما هست. بله، بفرمایید. بله. یک مشکل دیگه اینه که ببینین مهاجر از یک جامعه سنتی و از یک جامعه ای که در واقع زندگی در اونجا یک زندگی ساده غیر پیچیده هست، میره به یک کشور مدرن متمدنی که هرچی تمدن پیشرفت بیشتری میکنه، تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه، زندگی پیچیده تر، ماشینی تر، سختتر، ماشینی تر و لازمه یک چنین زندگی برنامه‌ریزی بسیار دقیق، داشتن آگاهی های بسیار دقیق
و شما همین الان من شما نسبت به 10 سال پیش ببینین، واقعا 10 تا پیام در گوشی شما میاد، مجبورین تا 1 ساعت خاصی همه این پیام ها رو جواب بدین. ما این استرسار 10 سال 20 سال پیش نداشتیم. یعنی این مشکلات طبیعی هست، ای که خود بتونن جا بندازن در یک کشور و شهری که زندگی بسیار پیچیده و ماشینی و دقیقی داره، اگر 5 دقیقه سر کار خود دیر برن، برن مشکل درست میشه. خب این شرایط در کشور ما به حمد الله نبوده، در ایران به حمد الله نیست. این خیلی خیلی مهمه که باعث ایجاد استرس و مشکل میشه. و از اینها مهمتر گسست فرهنگی و دینی و تربیتی که بین خانواده ها ممکنه پیش بیاد و ما آثار و علائم و نتایج داریم میبینیم. طلاق‌های عاطفی که به وجود میاد بین زن و شوهرها، آزادی‌های لجام گسیخته‌ای که وجود داره و متاسفانه قبل از اینکه او ظرفیت استفاده از او آزادی در ما ایجاد بشه، میریم از یک جامعه بسته به یک جامعه کاملا باز بی سر و ته مواجه میشیم. ممکنه افراد اینجا پاخور از گلیم خود راستر بکنن یا متوجه نشن که دارن چی کار میکنن. درست. و لذا طلاقهای عاطفی و حتی طلاقهای واقعی اتفاق میفته. یعنی بعد از چند سال میبینیم که زن و شوهر طلاقهای عاطفی هم اگر باشه منجر به طلاقهای واقعی میشه. اونجا دیگه دست و پاگیری و قید و قیدادی که در کشور ما هست در اونجا وجود نداره. بله. و کاملا اونجا خودش مردم آزاد احساس میکنن. بله. و هیچ مانعی سر راه خودشون نمیبینن. بله. بله. و مهمترین نکته که من باز روش خیلی تاکید میکنم، مشکلات تربیتی و اخلاقی است که برای نسل جوان پیش میاد. ببینید پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه فرمود یکی از حقوق فرزند بر پدر و مادر اینه که او تربیت دینی و تربیت قرآنی بکنه. بله. ای که ما فرزندان خود رسالت داریم که با فرهنگ قرآن، فرهنگ اهل بیت آشنا کنیم. ببینید قرآن میگه که وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها. پیغمبر به مردم بگو، هم خودت این کارو بکن هم به مردم بگو که فرزندان خود امر به نماز بکنن و در این راه از خود خیشتنداری نشان بدن، صبر پیشه کنن، صبوری و شکیبایی نشان بدن. بله. یعنی اصول اصلی تربیت رعایت بکنن، این خیلی مهمه. یا در جاهای مختلفی در قرآن از زبان پیامبران داریم که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدایا به ما توفیق بده که ما فرزندان و اهل و عیال خود تربیت الهی و دینی و تربیت در واقع خدایی بکنیم که اینها مایه چشم روشنی ما باشن و ما اسوه مؤمنین باشیم. در واقع این را چنان رسالت سنگینی بر دوش خودش پیامبر الهی احساس میکرده که برای اجرای او از خدا کمک خواست. بله 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 بله، قطعا اگر کار آسانی بود از خدا کمک نمیخواست و اینجوری دعا نمیکرد. خدایا به ما توفیق بده که ما نه تنها می پدر، نه وجعل نا یعنی من همسرم فرزندانم همه ما خانواده نمونه اسلامی و الهی بشیم. وجعلنا للمتقین اماما. ما کی میتونیم اسوه و نمونه بشیم برای متقین؟ وقتی خود ما واجد و دارای این صفات باشیم. ولذا کار بسیار سختی است. فرصت تمام هست، اگر جمله و نکته آخر هست که در حد چند ثانیه میشنیم، وگرنه که برنامه را پایان برسیم. بله، فقط من اکتفا میکنم به حدیث شریف پیامبر که فرمود ادبوا اولادکم بزمانهم فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم. فرزندان خود متناسب با زمان اونها تربیت بکنین. ای به این معنا نیست که خدا نکرده از اصول اخلاقی و دینی دست بردارین، نه، جمع بین اصول دینی و تربیتی و اخلاقی و تربیت عصری و تربیت با عصر، تربیت با اقتضاعات زمانه کار انسانهای فرهیخته است، نیازمند مطالعه و آگاهی است. بله. و نیازمند صبوری و شکیبایی. از خداوند میخواییم که به همه ما انشاءالله ای آگاهی، ای صبوری، ای شکیبایی و ای فهم دینی عنایت بکنه تا بتونیم رسالت خود در قبال نسل آینده انشاءالله به درستی ایفا کنیم. بسیار سپاسگزار هستیم. بینندگان عزیز و گرامی، از شما هم سپاسگزاری میکنیم که با حوصله مندی تا پایان برنامه ما را همراهی کردین. آرزو میکنیم که روزی برسه، وضعیت برسه که هیچ کسی مجبور نباشه ترک وطن کنه و مجبور تن به مهاجرت و پناهندگی بده. اگر هم جا به جایی و مهاجرت صورت میگیره، به خاطر رونق بخشی به زندگی خودش و به اختیار باشه و جهان گوشه گوشه جهان امن باشه برای همه ساکنانش. همراه با کارشناس محترم جناب
دکتر توکلی شبی خوب و خوش و آرام را آرزو میکنم. خدایا رو نگهدارتان باشه.